پارک نیاوران درست زیر پای قصر نیاوران، کاخ نیاوران. پسر و دخترهای جوان معمولاً در این پارک قدم می زدند و به تنها جایی که توجه نداشتند کاخی بود که در فرادست در برابرشان بود. کاخی که باید انقلاب می شد و تازه ما می فهمیدیم عجب در مقایسه با کاخ عمرا و سلاطین و پادشاهان و حتی رؤسای جمهور کشورهای منطقه ویلای ساده‌ای بیش نبود. در شهر قاهره ده ها قصر وجود دارد که بسیار باشکوه تر از کاخ نیاوران بود. منتها ما آن روزها فکر میکردیم شاه روی بالش طلا میخوابد و لابد تمام چراغ‌های کاخش نیز از برلیان و طلاست. زمانه درس‌های زیادی به انسان میدهد. حالا فکر کنید 36 سال بعد از انقلابی که لعنت بزرگی برای ملت ایران شد، من ایستادم و در پشت سرم درخت‌هایی رو می‌بینید که در مقایسه با درخت‌های کاخ نیاوران شاید پرجلوه‌تر و زیباتر باشد. البته کاخ نیاوران هم از نظر باغبانی باغ زیبایی داشت. با این همه اینجا 12,000 کیلومتر آن سوی وطن است. آن سوی آب و خاک و خط و فاصله. اینجا پوتوماک است. ایالت مریلند، رودخانه ای عبور می کند به نام پوتوماک که پیش از این گفتم شبیه هیچ کدام از رودخانه های عزیزی نیست که عاشقانه به یادشان هستی. اینجا خانه ملکه پیشین ایران است. اینجا خانه فرح دیباست که پس از ازدواج پهلوی نام گرفت و این نام را برای خود ابدی ساخت. امروز نیز با همین نام برای ما آشناست. با آنکه ملکه پیشین ایران است، اما برای بسیاری از ایرانی ها، برای میلیون ها جوانی که اصلا در زمان پهلوی ها متولد نشده بودند، مادر محبوبی است که عاشقانه دوستش دارند. خواست در واقع اگر راجع به پروفایلی داریم صحبت میکنیم، یه مقدار آدم خواهد از کودکیتون بگیم. چی یادتونه از کودکی؟ تبریز بودین شما اون وقت؟ نخه. آه نبودین؟ نخه. پیش از اینکه شروع کنم میخواستم بگم یه کتاب های چند سال اخیر در داخل به چاپ رسوندن که من در چندین مصاحبه گفتم که یاد و جعلیه. اولین کتاب به اسم دخترم فرح که ظاهرا مادرم نوشته به انگلیسی که مادرم انگلیسی بلد نبود. بعدم وقت اون خانومی که گذاشتن که دکتر فلان اصلا وجود نداره، یا دختر یتیم یکی دیگه، اینم بعد از که خاطراتم رو نوشتم 2 جلد دختر یتیم، اینا همش درست نیست و خیلی کتابا راجع به افراد دیگه نوشتم است که درست نیست. اینو خواستم بگم. بچگی خب خیلی چیزا یادمه، عجیبه آدم بچگیش
یادش میمونه. به طور کلی فکر میکنم یه بچگی خوبی داشتم، خوشحالی داشتم، در صورتی که اصلا مملکت هیچ قابل مقایسه نبود با اونی که بعد من دیدم. در اون یه زندگی خانوادگی بود، همیشه آدم با خانواده خیلی بود، با پسرم و دخترم و پسر دایی غیره، و ما در خوب یادمه در یه خیابونی زندگی میکردیم، فکر کنم سزاوار بود اسمش اگه اشتباه نکنم، نزدیک سینما دیانا، یه پمپ بنزین هم اونجا بود، و اصلا محیط خوبی بود اون موقع، همه با هم. پدرتون تا کی یادتونه پدرتون؟ پدرم 9 سالگی متاسفانه از دست دادم. همونجا بودیم، پدرتون هم بود تو همون سزاوار، تو همون خونه بود که خونه جالبی بود، خوب بود دیگه، اتاق ما بود و بعد یه حیاط کوچولو داشت. و بعد کیا بودین تو اون خونه؟ تو اون خونه همیشه مادرم و پدرم با داییم زندگی میکرده، مهندس قطبی و خانومش و پسرش با هم زندگی میکردیم از اول تا مهندس قطبی خودمون رادیو تلویزیون، یعنی بله کودک بودیم، بله کودک بودیم، مثل برادرم بود، میدونم همیشه هم حالت بود، با هم بزرگ شده بودیم. بعد من محیط محله همه با هم دوست بودن، یادم یه قهوه خونه جلو ما بود که اونجا برنامه بود و مردم می آمدن، و مثلا بعضی وقتا اینا رو تو کتابم البته نوشتم طولانیه، مثلا مغازه‌دار سبزی فروشی که دم خونه ما بود، موقعی که میرفت مثلا میگو بیاین مثلا نیم ساعت اینجا بمونین تا من برگردم، و ما میرفتیم مثلا تو مغازش. خیابان سزاوارم خیابان خوبی بود، سزاوار بود اون زمان تهران، جز خیابونای خوب بود. در ضمن اونجا هم یادم یه پمپ بنزینی بود به اسم بی پی که ما همیشه میگفتیم بنزین پارس، برای که میخواستیم نگیم بریتیش بچه. بعد اون وقت چیز دفعه اولی که من علزت رو دیدم از دور، موقعی که از آذربایجان و آزادی آذربایجان برمیگشتن از اونجا، بعد از بیشک آذران، بله. بعد یه گاراژی بود که ما یه ماشین داشتیم و موقعی که پدرم بود اونجا میدادیم، رو شیروانی پشت بون اون گاراژ چیز میکردیم، تماشا میکردیم، تماشا میکردیم. ولی جالب بود اون زمان وقتی که پادشاه میمد با ماشین روباز اغلب میومدن و مردم جمع میشدن دست میزدن. شما هم یه مدت با پادشاه میمدی تو اتومبیل روباز؟ بله تا قبل از اینکه خیلی محدود بشه آمد و رفت. بله نه خب در بسته بین کجا و چی بود. بعد اون وقت خب همسایی ها با هم دوست بودن. بعد من یادم اون موقع من مدرسه ایتالیایی میرفتم، یه مدرسه بود که راهبای ایتالیایی بودن، منتها فرانسه درس میدادن هم فارسی، نزدیک بالای میدون فردوسی بود. و همیشه یادم یه خیابون قشنگی داشت با گلای عقاقی که من خیلی دوست داشتم، و با درشکه می رفتیم، بعضی وقتا با ما ماشین می رفتیم. بعد تابستونا یه خونه کرایه می کردیم شمران، و اون وقت اونجا خب خیلی خوش می گذشت به همون فامیلمون می آمدن. شمال نمی رفتید؟ چرا؟ چرا؟ برای اینکه خانواده مادریم از شمال بود. من خودم در تهران متولد شدم، بیمارستان آمریکایی بود که بعد تبدیل شد به یه مدرسه آمریکایی. ولی مادرم از لاهیجان بود، پدرم از آذربایجان، خانواده دیبا از آذربایجان بودن، و تابستون‌ها خیلی وقتا میرفتیم لاهیجان که خیلی خوش میگذشت دیگه. اون برا میرفتیم و چای کاری بود، و یادم زنایی که چای میچیدن حقوقشون به اندازه چایی که چیده بودن، و ما چایی میچیدیم، کمک میکردیم که مثلا بیشتر هر کی سبدش کمتر داشت پر کنیم. و بعد زنجان رفتم چندین بار، چون یه مقدار از خانواده‌ام زنجان بودن، و اونجا به دهات میرفتیم، برای من خیلی جالب بود. و تبریزم رفتم چندین بار، تابستون‌ها اینجوری بود. شما ترکی بلد بودید صحبت کنید؟ نه کم متاسفانه. میدونید پدرم هم ترکی حرف نمیزد تو منزل، برای که بیشتر تحصیلاتش خارج بود. اول پیش از انقلاب شوروی در روسیه بود، بعد در فرانسه. مادرم هم چون خب اهل آذربایجان نبود صحبت نمیکرد. گیلکی چی؟ گیلکی یه چیزای کمی، هم از این زبون هم از اون بر. ولی متاسفانه افسوس بخورم که چرا ترکی آذربایجانی
بلد نیستم. برسات یه با وجودی که کودکی خوبی داشتی، کودکی یعنی... خوبی بود، با وجودی که میگم امکانات اصلا اون نبود. من یادم واکسن ما رو سرخک و یه کسی از خارج برامون میفرستاد، یا جوی آبی که دم خونه ها که آب چیز بره. نبود، آبی با مشکش میامد آب میداد، ما کوزه ها رو پر میکردیم. آب شاه، بله آب شاه بود و یه آب یک یه چیز دیگه، آب فرمان فرما بود، آب شاه. بله. بعد اون وقت آب دیگر از جوی آب می آمد که اصلا پر آشغال بود، که من یادم تا آشپزخونه یه پارچه می زاشتیم که خاک شیراش بره، بله. یا تلمبه می زدیم که آب بره برای چیز. شما کی رفتی جاندارد؟ بعد کلاس چهارم که شد رفتم جاندارد. البته پدرم میخواست، چون مادرم هم مدرسه جاندارد رفته بود. مدرسه خیلی قدیمی بود که راهبه های فرانسوی بودن اونجا، منتها یه مدرسه برای پسرونم داشتن با کشیشا. سن لویی بود؟ سن لویی. بعد مادرم اونجا تحصیل کرده بود، اونجا فارسی و فرانسه درس میدادن و خیابون لالزار؟ نه منوچهری بود. بعد اونجا بودم و بعد اونجا ورزش رو شروع کردیم. واقعا که من تو تیم بسکتبال بودم، کاپیتان تیم بسکتبال. اون موقع که همچی تیمی در ایران نبود، دو سه تا تیم بود. ما همیشه قهرمان می شدیم و من هم همیشه بچه ها منو نشون میدادم به پدر مادرشون. شما اون وقت از اون دوستای اون دوران هنوز با کسی در تماس هستید؟ بله، دارید با خیلی هاشون. لابد فیسبوک هم کمک کرد یه در رو پیدا کنید؟ نه خب اونایی که دوست نزدیک بودم جون موندن و من خوشحالم، برای که میدونی دوستایی که آدم ها در بچگی و جوانی شناختن دیگه عوض نمیشن، نمیان دوست بشن به دلیلی که من یه موقعیت دیگه رو دارم. از همون موقعی که ازدواج کردم این دوستا بودن و ادامه یافت. ادامه یافت، جاهای مختلف ایران هستن. بعد خوب اون موقع ورزش میکردیم و دو میدانی و مدرسه خوبی بود، جدی بود، هم میگم فارسی. معلمای خیلی خوبی داشت. معلمای خوبی داشتیم. یکی از معلمیمون خانم نازنین وزیر آموزش پرورشمون، بگین خانم پارسا. پارسا معلم ما بود، نازنین.
بعد خانمای ایرانی بودن و سرا معلم فرانسوی. ولی ازت در حتی امروز خانواده ها در اعزام فرزندان پسرشون به خارج هیچ مشکلی ندارن، ولی معمولا روی دخترها هنوزن. به حضور بعد از این بلایایی که به کشورمون اومد یه مقدار احتیاط میکنن، یه کمی سخته. چطور خانواده شما تو اون زمان اینقدر روشن بودن؟ چجوری بود؟ من فکر میکنم این سپاسگزارم از روحیه‌ای که پدرم داشت، با وجودی که در 9 سالگی از دست دادم، و مادرم. بعد از ژاندار کلاس 9م، 10م، 11م، 12م توی مدرسه رفتیم، مدرسه رازی که جنوب شهر بود، که فقط 3 کلاس داشت، 10م، 11م و مخفی. خیابون فرهنگ بود. خیابون بله. بعد با اتوبوس میرفتیم. اون موقع مثلا نه، اون بچگی بود، جوانی بود که همه میدویدن سوار اتوبوس بشه، کسی صف نمیبست. اون موقع یادم موقع که اتوبوس زیاد جمعیت بود، سر چهارراه که پلیس بود، همه میشستن که پلیس نفهمه زیادی سوار کرده، از این چیزا. و اون وقت یادگاری خوب دیگه، سر پل تجریح شد، نمیدونم بلال و گردو و آب مقصود بک که خونمون با خیک آب مشک آب می آوردن. بعد مدرسه رازی که تموم شد، من علاقمند بود. اول فکر میکردم که تحصیلاتم رو مثلا برم تو لابراتوار کار کنم اینا، بعد دیدم اصلا من نمیتونم توی اتاقی بمونم. بعد داییم معمار بود، خب تو خونه نقاشی میکرد، من علاقمند شدم. و همیشه یادم خونمون که عوض شد، رفتیم یه آپارتمان دیگه نزدیک دانشگاه، پلوش که ساختمون میکردم، من مدتها میموندم رو خونه تراس داشت. کارگرا که اونور کار میکردن و گنبد که نه، سقف میزدن و آجر نگاه میکردن. بعد فکر کردم که دلم میخواد مدرسه معماری برم، و متشکرم از مادرم که با وجود که اون موقع داریم از نیم قرن بیشتر از نیم قرن گذشته صحبت میکنم، هم منو گذاشت تو پیشاهنگی، هم گذاشت برم ورزش کنم تو استخر یاد بگیرم. اون موقع استخر بوستان جلوی امجدیه بود. بعدم اون وقت بذاری که من برم خارج، و من رفتم یه مدرسه، یکی هم پسر داییم تو فرانسه بود اون موقع، هم یه فامیل دیگه هم که تو مدرسه معماری تو پاریس بود، اونجا قبول شدم. بعد خوشبختانه چون خانوادم سفیر رو میشناخت، سفیرم اون خانومی که رئیس چیز بود، دوستی ایران و فرانسه، امکان داد که من برم توی سیته یونیورسیتر. سیته یونیورسیتر یه محله بود که ممالک مختلف خانه داشتن، و اون وقت دانشجوهای مختلفی رو قبول میکردن که از اون مملکت نبودن، قاطی که با هم آشنا بشن. و خیلی خوب بود، برای که اتاقای خیلی خوب بود و دستشویی و حمام و رستوران فوق‌العاده‌ای داشت و باغ فوق‌العاده‌ای، که من تو همون سیته یونیورسیتر توی پاویون هلندی زندگی میکردم. در دوران تحصیلتون در دانشگاه، آیا اونجا با دانشجوهای ایرانی هم آشنا شدید؟ با چون اون زمان به نظرم شاید یه عده دانشجوهای ایرانی بودن که خیلی هم سرشون به قرمه سبزی میداد و شلوغ میکردن، با کسی آشنا نشدید تو اون محیطا؟ تو اون محیط البته چند تا دوست ایرانی داشتم که در اونجا تحصیل میکردن، یه دوست افغانی که هنوزم دوست من هست. توی مدرسه‌مون، مدرسه معماری، یه دختر جوانی بود که اون چیز بود، چپی بود، چون دوست ریدا حاجبی که خب دیگه کتابم نوشته و داستان طولانی داره. وگرنه بیشتر میدونی اینقدر کارمون زیاد بود که دیگه فرصت نبود. البته وقت داشتیم که با بلیط‌های ارزون قیمت و اینا بریم اپرا، تئاتر، موزه غیره، ولی واقعا مدرسه معماری خیلی کار داشت. و یادم میاد که تو مدرسه معماری دخترها کم بودن، تو اتولیه ما مثلا اگه 30 نفر پسر بودن، 4-5 نفر دختر بیشتر نبودن. اون موقع هم کم بود، درسته. تو معماری نمیرفتن، فقط یه نفر در ایران خانم داشتیم. بعد مثلا اون پسرها میگفتن که بله، خانوما میان، دخترها میان تو مدرسه معماری برای اینکه شوهر پیدا کنن. بعد و جالبه که همیشه با من شوخی میکردن با شاه. عجیبه. برای اینکه نیست که به فرانسه شاه لوشا گربست و شاه. بعد یه دفعه که من سال دوم بود، البته تو مدارس
یه مقدار اذیت میکردن ولی کمتر از بزار اذیت های عجیب غریب میکردن و که الان قدغن شده قانونن تو فرانسه. تو مدرسه ما هم یه اذیت هایی میکردن. بعد سال دوم که بودیم ما قدیمی بودیم یه اتفاقی افتاد که آب ریختن تو صورت یه جدید، استکان شکست، اینجاش ضعف شد و تمام قدیمی ها که 15 نفر بودیم بیرون کردن از مدرسه، که من خیلی نگران بودم که وای به گوش مادرم برسه چی میشه. بعد برگشتیم، برای ما با این خطکشای معماری که ته میگن یه چیز درست کردن، دالون افتخار، به من یه مدال دادن رو کارتون روش عکس شاه لشا یعنی گربه. بعد و موقعی که صحبت از این بود که علیزاده میخوان ازدواج کنن و یه کسایی رو معرفی میکردن، اینا میگفتن چرا تو نه بد نیستی، شکلت خوبه اینا. منم گفتم آره بهش نامه بنویسین که منم اینجا. بعد اون وقت میگفتن خب اگه ملکه شدی چیکار میکنی؟ گفتم شما رو دعوت میکنم ایران. همش واقعا به شوخی. به شوخی. شما داستان آشناییتون رو گفتید همه اینا. یعنی من نمیخوام تکرار بکنم، من میخواد یه بعضی زوایای ناگفته بیاد. میدونیم چطور آشنا شدید، چطور پادشاه علاقه من شد به شما، با شما ازدواج کرد. حالا من میخوام بگم یه دختری مدرن با تحصیلات عالیه وارد یه درباری میشه، در این حال که این دربار مدرنه اما سنت ها به شدت در چارگوشه این دربار هست، اعتقادات سخت مذهبی در بعضی هاشون یا اون چارچوب ها بود. چجوری شما کوب کردی؟ یعنی اول برخورد شما با خاندان سلطنتی با این مجموعه چجوری بود؟ خب آدم میشنید یه مقدار حرفایی که میزدن و چه چیزایی هست و اینا، ولی میدونید خدا رو شکر من خیلی طبیعی بودم. یعنی خودم بودم، یعنی اونی که جوونی بودم و بعد بچگی و بزرگی و حالا همو عوض نشدم. بعد من یادم یه دفعه از علیزاده پرسیدم، یک دو سال چند سال بعد، گفتم این همه خانوما رو به شما معرفی میکردن دختر رو، چرا من انتخاب کردی؟ گفت از سادگیت خوشم آمد. یعنی من خودم بودم، نمیخواستم رول بازی کنم. تظاهر نمیکردی. اون به من کمک کرد و البته اون موقعی که من اومدم دیگه این همه چیز واقعا تو دربار نبود. میگن انتریگ و نمیدونم غیره و فلان. و یادم یه نویسنده فرانسوی یه کتابی نوشت که خب یه مقدارش چیزاییه که درست نیست، یه چیزی نوشت گفت اگه انتریگان بود فلانی توجه نمی کرد، چون واقعا اینقدر مشغول کارام بودم دیگه تو سالا. همه رو بعد بهش اشاره بکنم که شما چه مشاغلی داشتیم خودش خیلی. حالا یه سوال دیگه، شما پادشاه رو چی صدا می زدی؟ خب اینو چندین دفعه از من پرسیدم ولی نگفتیم. نمیگه. حالا گفتم این بار به ما میگید. ولی مسلم خودتون بودید دیگه، علازت نمیگفتید؟ نه دیگه علازت نمیگفتید. ایشون به شما فرح میگفت دیگه بیشون یا اسم خاصی داشت؟ خب نه، خب بعضی وقتا به شوخی مثلا علازت سر وقت بودم و خوشبختانه به من یاد دادن. بعضی وقتا که مثلا میرفتیم خونه نمیدونم یه کسی، ملکه مادر یا یکی از والدت ها، شام مثلا تو ماشین بودن، بعد مثلا من هنوز حاضر نبودم، بعد به بچه هم گفتم برید ننتون صدا کن. خیلی با هم راحت بودیم. واقعا علیزاده انسان فوق‌العاده‌ای بودن، از یعنی انسان با قلب، با ترحم، ساده، بدون چه میدونم دغدغه و میگم اینقدر آدم خجولی بودیشون. خجولم بودن، میدونی من راحت‌تر بودم برم تو مهمونی ها یا خجول تو ایشون، نه مگه مردم بیان باشون صحبت کنن. بعد میدونی این نشون یه جوری نشون دادن همیشه با چکمه و نمیدونم چی، در صورتی که واقعا انسان فوق العاده بود. حداقل رفتارش در مورد نازنینی مثل پرویز نیکخواه و نظایر اون واقعا برای آدم فیروز شیروانلو دیگران خب
که طرح کشتن ایشون بود یا در مورد جریان طرح رو بودن شما و ولیعهد و اینها واقعا برخورد اصلا عجیبه، عجیبه اونا بالاترین بیشتر از اخلاق خودشون میدونی درست بودن. مثلا من خیلی وقتا بهشون میگفتم فلانی آمد اینو گفت اونو گفت و اینا، میگفت بابا تنها پیش قاضی نرو، برو ببین اون یکی چی میگه. یا مثلا اگه یه وقتی یه استانداری یه کاری میکرد، بعد میگفتم خب چه جوری ما بنویسیم به این استاندار که مثلا این کاری که کردی دور منو راهنمایی میکردن خیلی در این شرایط. بعد اون وقت خارج از اون واقعا مردی که عاشق مملکتش بود، آدم خوشم نبود شاه، نبود یعنی واقعا من یعنی شاید همه ما باید صدام و قذافی و این داستانا رو میدیدیم که باور میکردیم شاه آدم خوش نیست. نه برای... واقعا نکش. یعنی در همون انقلاب آقای باقی کتابشو در آورده، آقای خمینی گفت 100,000 نفر کشته، حالا مجبور در 57 سال سلطنت پهلوی به اندازه یه روز اعدام ها اینا کسی کشته نشد، کمتر. بعد ما بعضی حالا من نمیخوام بگم متاسفم اگه بعضی ها کشته شدن، ولی بعضی ها به دلیل این که نمیدونم نارنجک داشتن یا سیانور تو دهنشون، خیلی خب اون موقع که میخواستن حمله کنن خیلی دروغ ها گفتن، هنوزم دارن میگن. بلازت همیشه میگفتن یک کسی که بخواد خیانت بکنه به مملکت من نمیتونم ببخشم، ولی اگه به من بخواد تیراندازی کنه میبخشم. همجور که بخشیدن، من یادم خب جوان بودم، بچه بودم دیگه، تیراندازی که بهشون شد در دانشگاه که باز قاطی چپی بود و مذهبی. بل. نه همیشه هم میگفتن که من نمیخوام مملکتم رو با ریختن خونه ملتم، یعنی موقعیتم یا مقامم، عاشق ایران بودن. و موقعی که آدم فکر میکنه در اون زمان چی شد واقعا، از لحاظ با بچگی ما، از نمیدونم اقتصاد، کارخونه، جاده، مدرسه مجانی، کتاب مجانی، غذای مجانی، نمیدونم بیمارستان هایی که ساخته شد، دانشگاه هایی که ساخته شد، اما غذایی که به بچه ها تو مدرسه میدادن، موز و سیب و شیر و واقعا برای بچه های مدارس مجانی واقعا. درسته چند تا مدرسه خصوصی هم بود، دانشگاه های مجانی و الان خوشمزه است، خوشمزه است، یعنی بامزه. مدارس غیر انتفاعی اسمشو گذاشتن، یعنی مدارسی که سود نمیخوان. آقای مثلا حداد عادل بعد 10 میلیون تومان شهریه میده، 20 میلیون تومان شهریه. اصلا قیمت ها و اعداد یه چیزای عجیب غریبی شده واقعا. چه میدونم یه چلو کباب خدا میدونه چند هزار تومن اصلا گوشت و آب و ایران شلوغ شده. حالا بعد از همه کارهایی که شما کردی با سازندگی تمام این حرف هست، ایران شلوغ شده و شما به عنوان ملکه‌ای که قشر روشنفکر نگاه به شما داره، شما رو آدم مهربونی میدونن، یه مقدار میخوان شما رو متفاوت از کل سیستم بدونن، چه تلاشایی کردین و تا چه حد امیدوار بودین که بشه بر این آشوب فائق شد؟ ببینید خب از چند سال قبل یه مقدار، نمیگم چند، 2-3 سال 3-4 سال یه چیزایی میگفتن که مردم ناراضی هن. خب من با علازت صحبت میکردم، میگفتم اینجوری شم، چون افراد خیلی هم میامدن پیش من صحبت میکردن و منم گوش میدادم و من همه اینا رو بهشون میگفتم که خب برم ببینم برای چی ناراضی هن. البته باید بگم موقعی که حالا برمیگردم به یه چیزی دیگه، موقعی که 1963 حالا تاریخ شمسیش یادم نیست انقلاب سفید شد،
و آزادی زنان و اصلاحات ارضی و سپاهیان و تمام این چیزا، واقعا من معتقد بودم که پایه های یک اجتماع درست و عادل ریخته شده و واقعا اعتقاد داشتم به اون راهی که می رفتیم. حالا نارضایتی ها، خب برم ببینم برای چی ناراضی هن. آیا کارگر ناراضیه، دهاتی ناراضیه؟ خب میدونم یه عده بودن روشنفکرانی که آزادی سیاسی بیشتر میخواستن و خب خودتون میدونین الان آدم میبینه که گروه هایی که مخالف بودن چپی بودن یا نمیدونم یه عده از شریکا بودن، نمیدونم طرفداران چی میگن جبهه ملی، یه عده شون همشون نه، و چریکا که چقدر آموزش دیده بودن این ور اونور. بعد من اینقدر وارد این چیزا نبودم، ولی خب یه چیزایی می اومدن یه پیش من میگفتن فلانی زندانه یا بی خودی گرفتنش، خب من به علازت میگفتم یا علازت مثلا به سازمان امنیت میگفتن، اگه واقعا بی خود میگفتن آزادش میکردن و اینا. بعد موقعی که میدونید اولین تظاهرات یادم نیست تو تبریز شروع شد دیگه، میدونی دولت بود و مردم میومدن پیش علیزاده، آدم نمیدونست که چی داره میشه. البته خب یادمه که 1963 اولین تظاهراتی که آیت الله خمینی با چپیا کرد، آقای علم نخست وزیر بود اون موقع، اینو خوابوند، از اون موقع مخالف بودن دیگه. بعدم اون وقت خارجی ها یه جوری کاسه از آش داختر همینجور حملات به ایران، و من فکر میکنم از لحاظ روابط عمومی ما درست کار نکردیم. یا میدونی موقعی که نفت گرون شد در سال اوایل 73-74 یه مقدار زیادی گرفتاری از اونجا شروع شد، برای که آخه چطور ممکنه اگه شما دلسوز حقوق بشر در ایران بودید خارجی ها، آخه اصلا قابل مقایسه است اون چیزی که زمان ما بود و اینا کردن؟ اگه پادشاه ایران بچه های 10-11 ساله رو با کلید میفرستاد رو مین منفجر شن، نمیدونم سنگسار میکرد، اینقدر فساد، این همه آدم کشته، من نمیخوام عدد بیارم ولی اون روز نگاه میکردم این آقای احمد شاهید گفته از 2010 تا امروز 4000 نفر اعدام کردن. پس کجا این شما دلسوزان مملکت؟ شاه که رفت دیگه ایرانی حقوق نداشت. بعد اون وقت دیگه نمیدونم دیگه، میدونی مردم میامدن از روحانی، از سیاستمدار، از روستایی، از همه میامدن پیش من یه چیزایی، از دانشگاهی این کار بکنیم اون کار بکنیم بهتره، واقعا برم نمیدونستم کدوم بهتره. من اینا رو منتقل میکردم به عزت. رابطه شما با آقای ثابتی چطور بود؟ همیشه آقای ثابتی میگه به شما خیلی احترام میذاشته و گهگاه میمده حقایق رو با شما در میان میذاشته. رابطم خوب بود، میگفتم میامد به من میگفت یه چیزایی رو. بعد یادم مثلا یه موقعی آمد گفتش که مثلا یه کسایی از راز چی میدونم فساد و اینا، گفتم خب اینو چیز کن گزارش کن. گفت نصیری نمی کنه. من خب خودم به علیزاده میگفتم، ولی خب دیگه مدرک و فلان نداشتم که نشون بدم، چون حیفم می آمد. یه مقدار خب دروغ خیلی گفته شد، ولی در این حال خود شاه با فساد خیلی مخالف بود. یعنی ما اون مورد اون دریابود یادمون نمیده، خلع درجهش کردن برای یه مبلغ مختصر. یعنی یادمه که یه کسی، حالا نمیم که توی یکی از شرکت های بزرگ ایرانی کار میکرد که وابسته به دولت بود، آمد برازد گفت فلان کسک داره فشار میاره، علاوه گفت اصلا نبینش، اصلا اهمیت نده. معلومه برای که دلسوز مملکتش بود دیگه، میدونی همه چی رو چیز کردن، باوروندن به مردم، و دلم میخواد یه روزی در بیاد که اینا رو کی در می آورد. چون میدونم همین بچه ها رو ببرن چیز، یا نمیدونم زمان جنگ یه کسی رو سوار اسب سفید کنن بگن امام دواخانی. من یادم گفتن علازد به مرحوم هویدا منع شرکت اعضای خاندان پهلوی در امور تجارتی رو مدت ها قبل از اینکه آقای اردلان اینو اعلام بکنه ایشون گفته بودن. بله. که جلوگیری کنید از برادران من، خواهران من در امور بازرگانی دخالت نکنه. ولی به هر حال میخوام بگم یه فضایی ایجاد شده بود،
هر چی هم میگفتین من داشتم برای دوستمون میگفتم، مرحوم محمد رضا عاملی تهرانی، دکتر عاملی تهرانی ما رو به دفترش خوند در وزارت اطلاعات و روی میز گذاشت عکس عاشور رو و گفت با این از عراقی‌ها تحویل گرفتیم، سینما رکس رو آتیش زده و اقرار کرد که آقای علی اکبر محتشمی پور در منزل آقای خمینی بهش دستورالعمل داده، بعدم آقای جمی آخوندی در آبادان و آقای کیاوش یک معلم در اهواز، اینا کسانی بودن که همکاری باش کردن و آتیش زدن و این عاشور. بعد خودش گفت آیا من اینو بگم مردم باور میکنن؟ میگن دروغ گفتی. و اتفاقا مرحوم سالیار گفت بله شما بگید مردم باور نمیکنن. همین دیگه، ببینید اون موقع چه جنجالی و شد. فرداش اولی از وزارت اطلاعات آتیش زدن و عاملی تهرانی رو اعدام کردن در حالی که هیچ گناهی نداشت، به خاطر اینکه راز سینما رکس رو میدونست. و اینا طوری بازی کردن که بله گفتن یه فیلمی میداده سینما رکس علیه شاه. آخه اصلا میشد سینمای رسمی فیلم گوزها رو میداد؟ میدونی خیلی چیزای اینجوری دروغی در آوردن. یادمه یه کاستی درست کردن که علیزاد صحبت میکنن، یه مقدار صدای علیزاد بود، من این شنیده بودم و یه مقدارش رو دیدم که یه کسی تقلید کرده بود که یه چیزایی بی خودی میگه. نمیدونم، افسوس میخورم، البته امید از دست من ندادم، برای که مملکتی مثل ایران که اون همه احترام داشت، روابطمون با غرب و شرق و شمال و جنوب و ایرانی احترام داشت، همه جا میرفت و مملکت ما داشت میرفت پیش، برای که هم ثروت ملی داریم، هم ثروت انسانی داریم، هم تاریخ پر افتخار گذشته داریم. ولی من امید دارم اینجوری نمونه. البته میدونی بعد از جریانات آدم میگه اگر اگر اگر، ولی خب اگرها فایده نداره. امروز بس ببینیم چی کار کنیم که اون مملکت که مملکت مهمه یک پارچه بمونه، آزاد بمونه، آزاد بشه و پیشرفت بشه. این همه مغز متفکر رو تحصیل کرده هی دارن میان از ایران بیرون. حقوق بازنشستگیمو میگیرم، الان حسابرسی میکنم، 4 جا کار میکنم با 64 سال سن، ولی هنوز درآمدی که در میارم اصلا مخارج زندگیمو نمیده. توی خونم از خودم دارم، ولی با اجارت هر چی میخوام صرفه جویی کنم امکان پذیر نیست، همیشه آخر برد کم میارم. بود من فقط داریم میدویم و اصلا زندگی که داریم میکنیم فقط در حال دویدنیم. هیچ لذتی از این زمان و از این زندگی که داریم میکنیم نمیبریم. ماها همه فقط به فکر اینیم که فردا که سر برد شد بتونیم حداقل این یکی قصه که عقب افتاده مثلا مال ماه قبله، این ماه بتونیم اینو بدیم، حالا نوبتی میکنیم دیگه، ماهای بعد اقساط بعدی رو بتونیم بدیم. من خودم 64 ساله، شوهرم هم کارمند بازنشسته است، دو تا هم پسر دارم، ولی در سن 64 سالگی هنوز میرم سر کار چون که نیاز دارم. اگه با هم در خرج رو با هم بسنجیم، من منان یه بازنشسته دارم، مسکن که از خودم داشته باشم، اینو هزینه مسکن ندم، هزینه خورد و خوراک پوشاکونی حداقل باید 2 تا 3 میلیون باید داشته باشم، با اینکه 2 تا بچه هم دارم. الان که دریافتی ندارم، که دریافتی من مثلا الان 700-800 هزار تومن ترجیح کردی؟ پس شو فکرم تا دهم برجم نکشه، ترجیح کردی مجبور از طریق گرفتن وامو، وامای مختلف، چون از چه از طریق خانمم که از فرنگیه، چه خودم از طریق اداره که کار میکردیم وام بگیریم تا بتونیم اونا چه کنیم تأمین کنیم، به ساره هزینه رو جبران کنیم تا آخر بود. مجبوریم که بریم کار دوم، کار سوم، فقط داریم کار میکنیم، از زندگی هیچ لذتی نمیبریم، هیچ لذتی، فقط داریم میدویم که دستمون به این اون دراز نکنیم. شما بکنیم من 2 تا پسر دارم، یه 35 ساله، یه 26 ساله، هیچ کدوم نتونستن ازدواج کنن، فقط به خاطر اینکه نتونستن یک اتاق و یا یه آپارتمان کوچیک براشون اجاره کنم یا بخرم یا رهن کنم که ناچارشم. این از نظر مسکن. با بازنشستگی حدود 1.5 میلیون منطقه، بابت اینکه بدهی و قرض و خونه و اینا و گرفتاری های خانوادگی و اینا باید بدهی های وام و اینا رو به بانک ها پرداخت بکنیم، اینا تا دهم بیشتر کفایت نمی کنه.
نه اصلا اینجوری نیست که بل خرجی کنی یا مثلا مسافرت آنچنانی داشته باشه در طی سال یا مثلا بخواد تفریحاتی گرون قیمت اینا، نه از اینا های جاری شب خورد خوراک میرسه بیشتر عمدش هم که در واقع از این اجاره مسکن اینا میشه. در شرایط فعلی اگر دیگه تورم نره بالا، با این چیزی هم که میگن تورم اومده پایین، الان آقای روحانی پیروزا میگه ما رسوندیم به 17% که من نمیدونم اصلا ما چرا احساسش نمیکنیم، میانگین حقوق یعنی هر نفر 2.5 میلیون تومان باید درآمد داشته باشه تا بتونه معمولی زندگی کنه، اگر مریضی نداشته باشه، خونه داشته باشه، خرجای متفرقه بهش نخوره، عروسی پیش نیاد، با 2.5 میلیون تومان با مشقت تو زندگی تهران زندگی کنه. شوهر من نزدیک 2 میلیون تومان حقوقشه ولی 20 تموم میشه، 20 تموم میشه، یعنی من ناچارم با مساعده از پسرم از اینو چیز کنم، خودم هم در حاشیه دارم کار میکنم. من اگه بخوام دقیقاً بخوام بگم دریافتی که از بخوام بگیرم علاوه که واما رو کم میکنن و اینا رو کم میکنن حدود 800 تومن با این گرونم که هر دفعه که میری میبینی یه چیزی گرون شده، مثلا تو یه دو هفته پیش مرغ 6900 بود الان شده 7900، دوش کرد با این مبلغ که بره بالا حقوق ما که هر روز اضافه که نمیشه که میمونه آخر سال مثلا یه درصدی 14% 15% اضافه بشه، پس این نمیتونه جایگزین بشه، نمیتونه پر کنه اون هزینه رو. پدرم که خیلی جالبه، یعنی اگر کسی بدونه که یه همچین افرادی تو جامعه هستن نمیدونم واقعا سرشون راحت رو متکا میذارن، چون پدر من یه فرد فکر کنم مثلا 75 ساله 80 ساله است با حقوق ماهی 250 تومن که با یارانشون با پدر و مادرم میشن ماهی 350 تومن حقوقشونه. خود شما فکر کنید حالا دخل و خرج رو هم میخونه، حتی دو نفر آدم فقط فکر کنم به نون و پنیرشون برسه این مبلغ. این از این وضعیت جامعه به صورت که اقتصادش واقعا داغونه. الان مثلا کسی که فرض کن کارمند یه جایی نباشه، رسمی نباشه، که اصلا هیچ امیدی به آینده نداره، زندگیش واقعا تأمین نیست. خدای ناکرده اگه این زمانی هم خونه نداشته باشه، مسکن نداشته باشه، برید ببینید اجاره بها چی کار میکنن، این صابخونه ها با این مستاجرها چی کار میکنن، تو این بنگاه ها برید ببینید، واقعا بعضیا گریه میکنن. نه از نظر اقتصادی وضع مردم خوب نیست، گرونی بیداد میکنه، ما مستعصر شدیم. من هیچی نمیخوام، من یک امنیت میخوام، یک آرامش، یک تامین مالی نسبی. هر کسی بخواد فقط ظاهرش رو درست لباس بپوشه فکر میکنم 1 میلیون فقط هزینه شد. دریافتی 3 میلیون خوبه، بله، چون اجاره خونه نمیدم، چون اجاره خونه نمیدم 3 میلیون میشه زندگی معمولی که محتاج کسی نباشیم باشه. مازن حقوق هم هیچ اضافه نشه، ولی دستمش حقوق، ولی نرخ جید به حساب قیمت اجناس بیاد پایین، تورم بیاد پایین، حاضر من از اضافه نشو با این هزینه های سنگین که بالاخره همه زندگی هاشون با قسط و قرض داره میگذره. من یه شیر برای بچه‌م میخوام بخرم، دو نفرن، دو تا شیر بخرم میشه 4 تومن، 5 تومن پول شیرشون رو باید بدم. حالا این یه شیره دیگه، بقیه هزینه ها بماند. بالاخره بچه لباس میخواد، پوشاک میخواد، تفریح میخواد، اسباب بازی میخواد، خیلی از چیزهای دیگه هم میخواد. ولی ازت چند تا اتفاق در همون حول و حوش انقلاب افتاد که خیلی مهم بود. یکی این که میگویند اولین کسی که با زنده یاد دکتر شاپور بختیار صحبت کرد شما بودید. رحیم خان صفاری که قوم و خویشی هم است که با شما داشت، که خدا رحمتش کنه چه مرد نازنین بود، او برای من میگفت. بعد از خود دکتر بختیار که سوال کردم، ایشون هم به نوعی در واقع تلویان تحت تایید میکرد. آیا شما بودید که اول با ایشون صحبت کردید؟ میدونید یادمه که قبلا غیر مستقیم آقای بختیار تماس داشت با علیزاده، برای که یه نامه هم هست توی این روزنامه آقای جمشید آموزگار نوشتن. بله دیدم. بله که مثلا گفته بود که دکتر نهاوندی خیلی هی سعی میکنه با من بیاد و کار کنه و من بهش اعتقاد ندارم یا چی، و آقای آموزگار داشت پای تلفن به علیزاده میگفت، منم سر میز نشسته بودم نهار.
بعد گفت آدم درستی نیست. بعد شنید یه کسی میگه مزخرف میگه که من بودم، برای که من فکر میکردم نهاوند آدم کاری و ایناست و خب یه ده دوستش نداشتن. بعد که یه جوری خبر دادن که این ممکنه که بخواد که قبول کنه اینو، تا به من گفتن که یعنی بلزه گفتن که بختیار نمیخواد بیاد کاخ مثلا یه جای دیگه. بعد من بلزه گفتم اگه میخواین من میتونم برم اینو ببینم. بعد دیدم کجا برم، برم منزل داییم که زنش بختیاری بود. گفتم بله. از این لحاظ چون تو کاخ نمیتونست بیاد، من کجا میتونستم برم؟ یا میرفتم خونه مادرم که اونم تو کاخ سعدآباد بود. بعد خب بعضی ها نوشتن که بله رضا قطبی، اصلا رضا قطبی این توی کاره نبود، من فقط اونجا رفتم برای که گفتم خب خانم بختیاری. بعد بله دیدمش و صحبت کرد و از این ورا از اون ورا از گرفتاری و اینا. بعد که گفتم که اگه میخواین مثلا علیزاده تازر شما رو ببینه، اینجوری شد که بختیار رو دیدن، چون من اصلا آقای بختیار نمیشناختم. بله درست. این یه موضوع. موضوع دیگر سفر شما به عراق و دیدارتون با آیت الله خویی بود. فکر این سفر مال کی بود؟ فکر میکنم الان فکر میکنم البته میشه چک کرد، فکر میکنم فکر سید حسین نصر بود حتما، که گفتش که اگه برین خوبه، ایشون خیلی احترام دارن توی آقایون و گفتیم چرا نبریم ببینیمش، چون آیت الله خویی خیلی احترام داشت که شاید اون بتونه یه کارایی بکنه. جالب بود شما یک چادر از این گیپور سیاه تنتون بود، والا حضرت خدا رحمتشون کنه زنده باد، علی رضا بود فرنازم بود، تسبیح هم دستش بود علی رضا. بعد خب موقعی که رفتم پیش آیت الله خویی، ایشون خیلی ساده زندگی میکردن، بس بگم رو زمین توی اتاقی نشسته بودن. البته یه مقدار از این آقایونی که دور و بر ایشون بودن دیگه اونجوری که میگذشت را میرفتن دیگه فهمیدم چی کارن. بعد میگفتن تو ایران مردم از گرسنگی میمیرن، گفتم دیگه ببخشید از گرسنگی نمیرن در ایران. بعد گفتم بس بشینی جلوی آیت الله و تو صورتش نگاه نکنی. البته برای من مشکل بود، ببینید اونجوری که بنده زندگی کرده بودن. خلاصه صحبت کردم، ایشون خیلی مهربون بود. اول پرسید که ترکی حرف میزنم، گفتم متاسفانه نه. بعد گفتش که خیلی با احترام و علاقه به علیزاد که ایشون پشتیبانی مذهب شیعه هستن و مسلمانان و براشون دعا میکنم و یه انگشترم عقیق و نقره هدیه دادن که بدم به علیزاد. اونجا من اتفاقا آقای صدام هم دیدم. بله. بله. حالا سوال من اینه که شما میدونید وقتی برگشتید چقدر علیه مرحوم آیت الله خویی چیز نوشتن؟ همین آقای خلخالی تا بعد از انقلاب هم ولکن نبود و مرتب خب. بهشون میگفت و من از مرحوم عبدالمجید پسرشون که شاهد این دیدار شما بود پرسیدم، گفت پدر من اولا اعتقاد داشت که خداوند سایه شاه رو از سر ما کم نکنه، به علت وجود شاه که همین آقای صدام و دیگران ما رو تحمل میکنه، ولی اگه شاه نبود اینا دو روزه ما رو کشت. و همطور هم شد، وقتی شاه رفت چند آیت الله رو صدام کشت، آیت الله باقر صدر، فرزندان آیت الله خویی تمامشون رو کشت، آیت الله بروجردی رو کشت، یکی از آقایون بروجردی ها بود، و چندین آیت الله رو صدام کشت به خاطر اینکه شاه نبود. و یه مورد دیگه هم اولی حضرت مسئله امام موسی صدر. امام موسی صدر علی رغم همه بیمهری هایی که سفیر وقت ایران بهش کرد همیشه دلبسته ایران بود و تا آخرین لحظه هم تلاش کرد راه حلی پیدا کنه، و من اعتقاد دارم غیبت او در ارتباط با این طرح و توطئه برای ایران بود، برای اینکه امام موسی صدر پیغام داد به اعلیحضرت، متأ پیغام به دست آقای مقدم رسید و به دست شاه نرسید. نه اون هم بله اون هم از کسایی بود که حالا... یکی از کسانی که مخالف بود واقعا طرفدار پاچه بود آیت الله شریعت مداری. بله. البته نمی اومد بگه ولی گفته بود که این من معتقد به این نیستم، و حتی اسم یه چند تا از روحانیون رو داده بود که اینا رو بگیرید زندانی کنید، که یکیش خلخالی بود.
گفت اقبال گفته بود ز ملک جهان من تو را دوست دارم. منم باید بگم در میان بانوان تاریخ تو را دوست دارم شهبانوی عزیز. و بسیار زیبا بود این نشست برای خود من بعد از این همه سالها روزنامه نگاری و تجربه و کار رادیو تلویزیونی. برای بینندگانم بگم هرگز گمانم نبود، اگرچه با شما قبلا هم نشسته بودم، اما چنین دلپذیر و چنین ساده. ولی منتظرم شما رو ببینم. شهبانو داره جلو میره و فرزندانش، نوادگانش، نسل جوان، همسن و سالهای نور و فرزندان نوادگان دیگرتون پشت سر شما دارن حرکت میکنن به سوی ایران، ایران آزاد. در صورت تشکر میکنم، سپاسگزارم از محبتتون و سپاسگزار از محبت خیلی از هموطنان که با من تماس میگیرن به امید پیروزی نور بر تاریکی. سپاسگزارم شهبانوی گرم. خداحافظ. بدرود. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باش. علیرضا نوری‌زاده تا روزی دیگر. Thank you.